ای هستی بخش، به نام تو آغاز می کنم و می دانم اگر لحظه ای از من روی برگردانی هیچم. به نام خالق هستی بخش، امروز سلام های پر از صفا و صمیمیت، یک سلام پر از انرژی را تقدیم میکنم به شما خانواده های عزیز، شما بیننده های محترم برنامه روشنا. بله، یک سلام پر از انرژی، یک سلامی پر از صفا و صمیمیت تقدیم همه شما خانواده های عزیز، شما خانواده هایی که خانه خودتان را از نور ایمان، از تقوا، از صداقت، از صمیمیت، از اعتماد درست کردین. دیوارهای او، ستون او، سقف او، فرش او، همه و همه صفا و صمیمیت و ایمان به خدا و تقوا و صداقت است. چقدر زیبا. امروز برنامه روشنا را پس تقدیم همه شما خانواده های عزیز میکنیم که خانه هایتان پر از بهترین صفات است. عزیزان بیننده، خوش آمدید میگم به شما عزیزان. اما خودتان در جریان هستین که ما روزهای یک شنبه در رابطه با مدیریت زمان صحبت‌هایی داشتیم و اگر یادتان باشه گفتم که همه ما و شما مدیر هستیم در زندگی، مدیر افکار، رفتار، اخلاق و عملکردهای ما در زندگی، و اما از همه مهمتر ما مدیریت زمان خود ما را هم در دست داریم. کسانی که زمان خودشان را مدیریت میکنن مطمئن باشن که در استرس گرفتار نمیشن، در ناکامی ها گرفتار نمیشن، بلکه میتونن از لحظه لحظه زندگی خودشان استفاده کنن. میپردازیم بیشتر و میشنویم صحبت های کارشناس امروز برنامه را که دعوتشان میکنیم در استودیو. زندگی موسیقی گنجشک هاست، زندگی باغ تماشای خداست، زندگی یعنی همین پروازها، صبحها، لبخندها، آوازها. زندگی ذره کاهیست که کوهش کردیم، زندگی نام نیکوییست که خارش کردیم. زندگی نیست به جز نم نم باران بهار، زندگی نیست به جز دیدن یار. زندگی نیست و جز عشق و جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی زندگی کرده بسی. زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسته تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟ عزیزان بیننده، ما در هفته پیش گفتیم که وقت طلاست و ایره ثابت کردیم که وقت از طلا کرده هم با ارزش داره. بله، ایره ثابت کردیم و گفتیم، و اما امروز هم باز هم میخواییم برای شما عزیزان بگویم که در اوقات زندگی ما زمانهایی وجود داره که از پیش ما بیهوده میگذره و اگر اونا رو بیایم برنامه ریزی کنیم و مدیریت کنیم، وقت هست که میبینیم که چقدر ما میتونیم زودتر به اهداف خود ما و به اهدافهای زندگی خود ما برسیم. پس مدیریت زمان در زندگی بسیار مهم است. از امروز بیایم تقسیم اوقات درست کنیم، یک قلم و کاغذ بگیریم و برای خود ما زمانهای خود ما را مدیریت کنیم و برنامه ریزی کنیم و ببینیم که چقدر ما زمانهایی داشتیم که کل از اونا از پیش ما گذشته و بیهوده بوده. و ایره با ثابت کردیم، گفتیم طلا به دست می آید ولی وقتی که زمان بگذره دیگه به دست ما نمی آید.
اما ادامه صحبت ها رو میگیریم و پی میگیریم با خواهر خوب خانم سجادی که امروز در استودیو تشریف آوردن. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و خوش آمدید میگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به شما عزیز و دیگر عزیزانی که در پای برنامه ما ششتن و انشاءالله که روز خوب خوشی رو آغاز کرده باشن و در کنار فامیل محترمشان انشاءالله که پر از شادی و نشاط و سلامتی تجربه کنن امروز و روزهای آینده را انشاءالله. زنده باشین. بسیار تشکر خانم سجادی. بله، ما میخواییم ببینیم که مدیریت زمان چی فواید داره بر ما، چقدر اهمیت داره. بله. و ای که چه مسائل هایی را در نظر بگیریم، چی تاکتیک هایی را بگیریم در زندگی. بله. که بتانیم در واقعیت ما این زمان مدیریت کنیم، وقت میبینیم. بله. که چطور تغییر میتونه در زندگی ما ایجاد شوه. بله. خب بینندگانی که از جلسه قبل همراه ما بودند و کسانی که امروز پای برنامه ما ششتند، با توضیحاتی که خانم ظهوری عزیز دادند متوجه شدند که مبحث امروز و جلسه گذشته راجع به چه امر مهمی هستش، ارزش زمان و مدیریت زمان و برنامه ریزی در زندگی. بله. صحبت کردیم و انشاءالله خواهیم داشت امروز هم. خب ما نسبت به جایگاه زمان در جلسه گذشته صحبت کردیم که ارزش وقت و زمان در قرآن و در پیشگاه خداوند متعال آنقدر والاست که آیاتی ذکر شده که قسم به شب. بله. قسم به عصر و لیل و العصر و الفجر. بله، و الفجر. آیات بسیار زیادی درباره ارزش زمان که حتی قسم خوردش یاد خورده. بله. شد. خب درباره اهمیت زمان در جلسه گذشته یک صحبتی داشتیم که تمثیل وقت تلاست. آیا تمثیل به جایی هست برای زمان اینکه ما اون را مثل طلا بدانیم؟ که در جوابش مطرح کردیم که بله، مثل طلا ارزشمند هست اما دستیافتنی نیست. نیست. بله. زمانی که از دست رفت دیگه اون زمان دیگه به دست ما نمیاد، بر نمیگرده. ولی کسی که طلاجات داره، کسی که هر چقدر الماس و طلای گرانبهایی داشته باشه، بعد از یک مدتی که از دست بده این قابل برگشت هست. بله. گرچه غیر قابل تحمل هستش. ممکنه براش که اون همه طلا و جواهر رو از دست داده باشه، ولی باز هم میتواند به دست بیاره. بله. خب پس نسبت به جایگاه زمان ما در جلسه گذشته صحبت کردیم. ما میخوام ببینیم که من به عنوان یک انسان و یکی از دوستان من، از فامیل من، با نعمتهایی که خداوند در پیش روی ما قرار داده چگونه استفاده میکنیم. ببینید ما انسانها اگر که یک خاکی رو در پیش ما بمانند، ما با این خاک چه چیزهایی میتونیم جور کنیم؟ خانم ظهوری به ذهن شما چی میاید؟ از خاکی که در زمین هست، خب بله، برای گلدان ها، برای کشاورزی. بله. حالا اگر هم بخوای مثلا زیادتر آدم چی کنه، برای تهیه بعضی از وسایل هایی که هست. حالا بله، ما نهایت کاری که بتونیم بکنیم با این خاک، میتونیم از این سنگی جور کنیم، خشتی جور. بله. کنیم، یک وسیله تزئینی جور کنیم، در گلکاری ها و اینا استفاده. بله. شده. اما در پیشگاه خدا همین خاکی که موجود هست و خداوند خلق کرده، همین خاک، از این خاک چه چیزهایی رو خلق کرده؟ اشرف المخلوقات. احسنت. اشرف المخلوقات خلق کرده و کل هستی و عالم رو خداوند خلق کرده. ببینید خدایی که گیاهان آفریده، جانوران مختلفی، حیوانات، انسانها و بسیاری از مخلوقات دیگری که شاید ما در چشممان قادر به دیدن نیستیم، خداوند متعال اینها رو خلق کرد. حالا اگر که تمثیل دیگری بخوایم بزنیم، همین حروف الفبایی که طفلکای ما در مکتب میرن یا خودمون خرد بودیم مکتب میرفتیم. بله. همین حروف الفبایی که هست، ما از این حروف الفا میتونیم چه چیزهایی بسازیم؟ نهایت جمله. بله. نهایت کلمات. کلمات. نهایت یک کتابچه میتونیم جور کنیم. اما خداوند متعال از این حروف الفا چه کتاب هایی
از زبان خداوند نازل شده، کتاب قرآن عظیم الشأن. خب ببینید این قرآن عظیم الشأن، قرآنی با آنچنان عظمت و آنقدر ارزشمندی که حتی خداوند متعال می‌فرمایند که اگر که می‌توانید معادل این قرآن شما هم اگر می‌توانین بیارین، بیارید آه. تحدی می‌کنه حتی یک آیه اگر می‌توانین. بله، میگه اگر که یک کتاب معادل قرآن نمی‌توانید بیارید، حداقل اندازه 10 تا سوره این قرآن عظیم الشأن برای ما شما بیاورید. بله. خب نتوانستم. اگر میتوانید اندازه سوره، یک سوره شما از این حروف الفا یک سوره جور کنید معادل بله. سوره های قرآن. خب ببینید چقدر جایگاه قرآن بالاست که ما حتی اندازه یک سوره، اندازه یک آیه ما نمیتوانیم معادل کلام خدا بله. بسازیم. حالا در این قرآن شریف چه عبارت های آمده که انقدر ارزشمند است؟ از پیش چه کسی آمده؟ از پیش خداوند متعال. در قرآن شریف گفته شده که چه کسانی زیانکار هستند؟ کسانی که عمرشان بیهوده میره. احسن، بیهوده باشه، راکت باشه. شما فکر کنید اگر که یک آبی در مابین یک ظرفی باشه، یک هفته باشه، این راکت باشه، هیچ جریان نداشته باشه، آیا این آب سلامت هست؟ نخیر. طبیعتاً نخیر. بله. آبی که بمونه یک جایی راکت باشه، این آب فاسد میشه، گندیده میشه. حتی نسبت به آن چیزهایی که ما داریم، مثلا سفارش شده اگر زمینی دارید شما، اگر زمین علامت گذاری شده و شما او رو راکت نگهش دارید و استفاده نکنید، شما مسئولید. نباید چیزی در این دنیا راکت بمانه. همه باید در تکاپو، در فعالیت بله. و در تلاش باشه. بله، دقیقاً. این که عمر ما هم نباید راکت باشه. اگر که خداوند پیمانه عمر ما رو برای 30 سال، 40 سال، 50 سال قرار داده، من نباید دچار افسردگی بشم که چرا روز ما راکت از صبح صبحکی میشه، نان چاشت میخوریم، شب شام میخوریم و بعد میخوابیم. میگه من همیشه دچار روزمرگی شدم. من به چنین اتفاق ناخوشایندی که هر روز ناراحت هستم، چرا روزهای من به تکرار میگذارد؟ خب شما میتوانید از رکود در بیاورید. به چه قسم؟ اینکه اتفاقات جدید خلق کنید. بله. از عمرتون میتوانید که استفاده های مفید کنید، کتاب های تاریخی بخوانید، نمیفهمم، دیدارهای سالمی داشته باشید، با بزرگان ارتباط برقرار کنید و اتفاقاتی که شما را از اینکه رکود داشته باشید در روزهایتان به دور باشید. خب حالا ما در جلسه گذشته صحبت کردیم که چرا ما باید در زندگیمان برنامه بریزیم. درست. خب این جلسه هم صحبت ابتدا درباره این که ما نباید راکت باشیم. درست. راکت اگه بخوایم راکت نباشیم، خب پس باید برنامه بریزیم. بله. چرا برنامه بریزیم؟ چون خداوند ما را گفتیم بی هدف خلق، معلومه بی هدف خلق نکرده. نکرده. اگر که برگی از درخت در حال ریزش هست، هدف داره از خلقت خودش. بله. بی اذن خداوند نبوده. بله. ما همه انسان ها هم اگر که نگاه کنیم، اگر یک ساعت فکر کنیم، میبینیم که بله، من اگر که خداوند من رو به اون صورت انسان آفریده، اشرف مخلوقات آفریده، یکی از قدرت تفکر خودم استفاده کنم. اگر من میتوانم فکر کنم، فکر کنم که من برای چی در دنیا آمدم، من روزم رو باید چطور بگذرونم، من میتوانم کارهای مفیدی انجام بدم. بعضی از افراد شاید همه خودشان فکر کنن که این دنیا اگر که من آمدم برای به دست آوردن یک سری از دارایی های دنیا هست، که من مثلا موتری برای خودم تهیه کنم، تعمیراتی داشته باشم، منزل های بلند بالایی داشته باشم، یا دیگه امورات دنیوی رو دنبالش میکنن. بله، صرف فقط به همین موضوع میپردازن. بله بله. خب آیا واقعا هدف از خلقت ما ایست که ما
امورات دنیوی رو صرف فقط دنبالش باشیم، من نمیگم که نسبت به کسب زندگی بهتر تلاش نکنیم. بله. اما حدیث حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام چی میفرمایند؟ میفرمایند انسان در دنیا سه تا همراه همراه خودش دارد. بله. سه تا همراه به اسم اموال، اقوام و اعمالش هستش که با بله. او هست. اموال چیا هستن؟ همین چیزایی که در زندگی تلاش میکنن که بتونه به دست بیاره. بله. حالا خب زیاد از حدش هم میتونه در حال ضرر بله. و زیان داشته باشه، ولی خب تا یک حدود معتدل و اعتدالش میتونه مفید باشه. بله. اموال مثل همین موترها، بله. مثل زمین، خانه یا هر چیز، دارایی های مادی دیگه درست. که در زندگی کسب میکنه. تا وقتی که انسان زنده هست اینا همراهش هستند. وقتی که از این دنیا رخت برمیبندد، روزی که تشییع جنازه میشه، آیا او خانه به همراه آدم هست؟ نه دیگه، او تنها میره و کل چیز باقی میمانه. آیا او بلاک، آیا او موتر همراهش دما بین در عالم دیگه میایه؟ نه، 100% که امکان نیست. نیست. فقط به عنوان ارث به اولادا میرسه که آیا اولادا یه خدا بیامرزی بتن یا نتن. احسنت. این که فقط باقی میمانه برای بازماندگان. حالا پس ما سه تا همراه گفتیم، یکیش اموال بود. بله. یکی از همراهیایی که ما توی دنیا داریم اقوام. اقوام هستش. اقوام چه کسانی هستند؟ خواهر، برادر، پدر، مادر، همسر، فرزند، درست. پدر کلان، نواسه یا هر کدوم از بستگان به عنوان اقوام مادری دنیا هستند. خب کسی که پیمانه عمرش تمام شد، روزی که تشییع جنازه است و داره دفن میشه، بله. کدام یک از اینها به همراهش میاید؟ هیچ کدام. بله. حالا نمیگیم که قدر عزیزان ندانید، قدر عزیزان بدانیم، ولی نسبت به خودم به عنوان اینکه یکی از مخلوقات عالم هستم نگاه کنم که چه سرمایه ای رو من در پیشگاه خدا میبرم. پس وقتی که روزی که دفن میخواه بشه، خانوادش تا پای قبر همراهش هستن. بله. حتی تا یکی دو ماه شاید هر روز برش قرآن بخوانند، خیراتی بکنند. ولی میبینی که حتی روزی که دفنم میشه تا سه چهار روز بعدش یک اندوهگینی هست، ولی بعدش انگار نه انگار که یک فرد، یک خانم یا آقای عضو خانواده بوده و الان نیست. بله. این که بگین که نه گپ شما صحیح نیست، شما اگر من یا شما اگر بخوایم انکار کنیم بگیم که یک از عزیزای ما از دست رفت، هنوز داغش در دل ما هست. بله، داغش بله، در دل ما هست. هست. ولی تو نیست که دیگه که کل زندگی به حساب شیشته و کلن در فکر از او باشه. بله. و همه زندگی رو رها کرده باشه. احسنت. تو یه حد نیست. احسنت. زندگیشون جریان پیدا میکنه، این که یاد او در ذهنهایشان هست، ولی کن دیگه کم کم عادت میکنند به نبوده او شخصی که از دنیا رفته است. خب سوم چیزی که همراه ما درست. در دنیا با ما هست و بله. در بعد از سرای، حالا بعد از دفن و مرگ ما به درد ما میخوره انشاءالله. خب. بعد از همه جه. بله، دقیقا. بسیار عالی. شما هم فهم بودین به این موضوع. این سوم چیز نگویم، باریم که بیننده های عزیز ما همچنان بیننده باشن که بعد از میان برنامه ببینن که سوم چیز چی هست و چگونه هست. بله. خب میان برنامه آماده نشت است، تقدیم شما میکنیم. خداوندا، زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند. در میان چنین هیاهویی، شنیدن ندای خاموشی که در قلبم
با من سخن میگوید دشوار است. خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند. چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم. مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. تو برایم امید محضی، هر نفسی که می کشم در انتظار نفس بعدی می مانم، یعنی به تو امید دارم. خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راه من تنها مگذار، که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است. ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد، لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین. بله عزیزان بیننده، تشکر و سپاسگزار. باز هم همراه شما هستیم با برنامه روشنا و موضوع برنامه ما مدیریت زمان. و ای که شما عزیزان که با ما در ارتباط هستین، بسیار خوشحال میشیم که همچنان با ما در ارتباط باشین. میتونین پیام های صوتی برای ما ارسال کنین، انتقادات، پیشنهادات و هر صحبت و مشاوره ای دارین میتونین از طریق نمبر واتساپی ما مثبت 964-780-255-413 از این طریق با ما حتما در ارتباط باشین. و اما بله، مدیریت زمان و اینکه چقدر میتونه اهمیت داشته باشه در زندگی ما و شما، و اما مورد سومی که خانم حسنزاده قرار است که برای ما و شما عزیزان بیان کنن. خانم حسنزاده مشنایم. خانم سجادی عزیز، مجدد سلام عرض میکنیم با نام و یاد خدا. خب بینندگان عزیزی که همراه ما بودند، ما نسبت به اینکه چرا برنامه ریزی کنیم توضیحاتی دادیم که ما هدفمند خلق شدیم و اینکه نسبت به اهداف دنیا باید بیشتر دقت کنیم. اینکه هدف ما صرف به دست آوردن امورات دنیا نیست، و با یک حدیثی ذکر کردیم که در این دنیا ما سه تا همراه داریم. یک همراه ذکر کردیم که اموال ماست که تا مرگ ماست و بعد از مرگ ما هیچ به درد ما نمیخوره. ما پیشتر میریم میگیم چه وقت میشه که اموال هم به درد ما بخوره. یک وقت دستش اقوام ماست، همراه ماست، یعنی همیشه اقوام هم تا لحظه جان دادن ما پیش ما هستن، دفنمان میکنن، چند شب جمعه قرآن میخوانن، خیراتی میکنن و دیگه خلاص. بله. اگر باقیات صالحات باشن که باز احسنت. خدا را شکر یک امید هست. احسنت. و اعمال ما سومین همراه ما در این دنیا هستش، که تنها نه تنهایی که در زمانی که ما زنده هستیم اینها برای ما منفعت ممکنه داشته باشه، بلکه در عالم آخرت و بعد از مرگ هم اینا دستگیر ما میتوانند باشن. خب این اعمال ما چه اعمالی میتواند باشد که کمک کننده ما باشه؟ همینطور که ما قسمت اموال و اقوام گفتیم که اینها هم گاهی وقت میشود که خیراتشون همیشه جاری باشه. بله بله. اگر که من یک کار نیکی کردم، یک وقتی یک کتابچه خوبی که درس زندگی میده در یک جای من وقف کردم، درسته. تا زمانی که کسی از او حرف یاد میگیره و در زندگی خودش استفاده میکنه، ثوابش به او شخصی میرسه که ایره وقف کرده، حال بله. چی زنده باشه چی در او عالم
دیگه رفته یا انسانهایی را تربیت کرده باشه، یا انسانهایی را تربیت کرده باشه، یا فرزند صالحی از خودش به جای گذاشته باشه، یا اینکه اموالش یک منفعت عمومی داشته باشه. مثلا حالا در گذشتگان حدیث بود که میگفتن مثلا حدیث داریم که حفر کرده باشه چاهی، حتما نباید اموال بسیار کلانی باشه. بله. میشه که مثلا قرآنی را در یک جای وقف کرده باشه، میشه هدیه داده باشه، لبخندی بر یتیمی کرده باشد و دل او را شاد کرده باشد، دست نوازش کشیده باشه، دست نوازش بر سر یتیمی کشیده، و اینها همهشان براش در واقع خیرات و باقیات و صالحات گفته میشه. پس اعمال ما که دستگیر ما در عالم آخرت میشه، در چه حالی و در چه وقتی میشود که مفید باشه و دستگیر ما باشه؟ یه که ما از عمرمان، از وقتمان استفاده بهی نکنیم، یه که بفهمیم عمر خود در کجا صرف کنیم، صرف کنیم. این که من اگر عمرم رو دارم در یک جای صرف میکنم، وقت خودم رو در جای صرف میکنم، دارم تکه از وجود خودم رو در اونجا صرف میکنم. مثلا اگر که من دارم یک دعایی، یک سوره قرآنی میخوانم، یعنی دارم من تکه از وجود خودم رو پرورش میدم. اگر من فیلم نادرستی ببینم، من دارم تکه از وجود خودم رو همراه این فیلم تربیه میکنم. درست. یا این کتاب نادرست. ما همه چیز هم درست داریم، هم نادرست داریم. بله. پس متوجه باشیم عمرمان که در واقع وجود ما هست در کجا صرف میشه و چه قسم و به چه قسم میگذرد. خب حالا ما میخواییم از نگاه و از نگاه امام سجاد علیه السلام ببینیم که ایشان یک روز مفید را به چه تعبیری فرمودند، که یک روز مفید چه ویژگی هایی دارد. یعنی منظور است خانم سجادی که مثلا ما همه در زندگی خود بسیار تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که بتونیم مثلا یک روز خوب برای خود ما بسازیم. بله. درست؟ تلاش ها و کوشش های ما چه قسم و چگونه باشه که بتونیم اون روز ما یک روز مفید باشه، یا اصلا اینکه روز مفید چه روزی هست؟ بله. چه نوع روزی مفید میتونه باشه از نگاه ما یا از دیدگاه ما؟ بله. شاید بسیار وقتا از نگاه یک نفر هر چقدر که تلاش کرده باشه، خب اون روز مفید برش احساس کنه روز مفید نبوده. بله. ولی خب شاید در اصل بوده. روز مفیدی شاید. پس یک روز مفید چه روزی است و چه کارهایی باید انجام بدیم؟ بله، احسنت. خب ما از سرمایه هایی که خداوند بر ما داده، سرمایه هایی که بر شخص خود ما داده، چشم، گوش، دست، زبان، تمام این موجودی که الان ما روی چوکی ششته، همش نعمت است که خداوند به ما داده است. یک نعمت هایی هم خارج از وجود خودم قرار داده، سرمایه های الهی خداوند قرار داده. پیامبران، ائمه، اینها از بزرگترین سرمایه های ما هستند. بله. که ما می توانیم راه زندگی رو از اینها یاد بگیریم، که به چه قسم رفتار کنیم، وقت خود چطور بگذرانیم. اینها کسایی هستند که خداوند انتخاب کرده، خداوند اینها رو برگزیده است. پس اینها تمام کلام و سخن و رفتارشان برای ما باید الگو باشد. امام سجاد علیه السلام در دعای ششم صحیفه سجادیه یک روز خوب را به یک تعابیر بسیار زیبایی توصیف کردند. درست. ایشان می‌فرمایند خدایا به من توفیق بده و وفقنا لاستعمال الخیر. خدایا به من توفیق بده که من کار خیر انجام بدم. خیر انجام کار بدم. نیک انجام بدم. کار نیک انجام حالا بدم. کار خیر چی کار است؟ احسنت. ولی کار خیر بله. چه کاری است؟ یک وقتی هستش که میشه یک کسی کارش در مشکل برخورده، من میتونم چارش کنم. درست. یک وقتی از کسی باری بر دوشش هست و نمیتواند بله، بار بله. زندگی رو حمل کنه، من میایم همراهیش میکنم. همدردی، همکاری، همدلی، همدلی، همکاری. یا یک جایی یک کسی نیازمندی است. درست. من
الحمدلله وسعت رزق اگر دارم یا اگر ندارم یک مقداری من بر او کمک مالی کنم. حتی خانم سجادی عزیز، مثلا گاهی وقتا نیاز نیست که حتما مثلا علاوه مادی باشه کمک بله. ما علاوه همی که مثلا تو یک درد دل میکنی هم رای از او احسنت. یک مشاوره میتی بر از او راهنمایی میکنی از روی صداقت احسنت. و یا اینکه مثلا باهاش یک ابراز همدردی میکنی، خود همی چقدر میتونه مثلا روحیه از او مؤثر باشه بله. چقدر میتونه برش مفید باشه. مثلا میگم که خوشحال شدم درد دل کردم همراهیت احسنت و سبک شدم سبک شده. این خود از اون میتونه یک نوع کمک خیر بله. باشه. یا در یک چیزی من آگاهی دارم ولی یک کسی نیاز به مشوره داره بله. من که یک شخص آگاه هستم و میتوانم از اینکه روشنش کنم که تو این راه را که میری من این رو تجربه کردم بله. یا من نسبت به آگاهی دارم تو این کار برات مناسب نیست، پس خدایا به من توفیق کار خیر رو بده، که حالا کار خیر میشه یا در امورات مادی باشه یا در امورات معنوی و روحی روانی باشه. دوم چیزی که در توصیف یک روز خوب هست و هجران شر، یعنی توفیق بده که من وقتی که روز رو به شب میرسانم شر نرسانم به بقیه. بعضی ها هستن که از بینندگان عزیز ما که به دور هست ولی کن متاسفانه ممکنه شرش به نه به تنها به انسان که نمیرسه، به حیوان شرش میرسه، به گیاه شرش میرسه، به تمام خلایق شرش میرسه و همگی از دست او آه و ناله و فغان ندارند. دارند بله. مسلمان کسی است که از دست و زبانش همه در آسایش باشند. احسنت احسنت. اینجور ویژگی رو ما نداشته باشیم که یک وقت شری بر مردم برسانیم. حالا اگه خدای نکرده پدر خانواده باشه، که اعضای خانواده از او از دست زبان و خدای نکرده در آسایش نباشن بله. یا اگر مادر خانواده باشه به همین ترتیب بله. یا هر کسی از اعضای خانواده یا جامعه بله. این مسلمان نیست بله، مسلمان نیست اگر کسی از او در آسایش نباشند. خب پس این گستره شر رو ما گفتیم، نه تنها بر انسان نرسه شر، بر گیاه و حیوان و کل خلایق شرش نرسه. و شکر نعم سومین ویژگی روز خوب، ای که خدایا اون نعمتهایی که به من دادی شکرگزارش باشم سپاسگزارش باشم. خدایا شکرت میکنم که تو به من نعمت سلامتی دادی. خدایا شکرت میکنم که به من اولادای سالم و صالح دادی. 4 دقیقه هم فرصت داریم. خب ما یک چند مورد دیگری که از ویژگی روز خوب هست میگیم، انشالله که همه ما عمل کننده باشیم، خداوند توفیق به ما بده. و تبع سنن، یعنی پیروی کننده سنت های رسول اکرم باشیم. خب سنت رسول اکرم چی بوده؟ پیامبر اکرم یا نسبت به پیامبر اکرم یا یک سری چیزا فرض و واجب بر ما هست، مثل نماز و حجی که ایشان به هر قسمی انجام دادن ما باید به همون قسم انجام بدیم. بله. یک وقت یک سری رفتارها فضیلت و افتخار است که ما اونها رو انجام بدهیم بهتره. خب سنت رسول اکرم چی بود؟ اینکه سلام میکردن به اطفال، اینکه محبت و مهرورزی داشتن نسبت به خانواده، اینکه گذشت، ایثار، امانتداری، اینها از سنت های رسول اکرم بودند. دیگه از ویژگی هایی که برای روز خوب حضرت امام سجاد علیه السلام فرمودن، امر به معروف و نهی از منکر. یعنی اگر که یک کار خوبی داره انجام میشه یا اینکه یک کار خوبی که انجام بخواد بشه، من امر کنم به یک کار خوبی و دوری کنم از یک کار بدی مردم رو، و اینکه حداقلش من در فضای خانواده خودم، فضای فامیل خودم امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشیم. و حیات الاسلام، اینکه از اسلام طرفداری کنیم بله. یعنی در جایی که حرف اسلام که حرف حق هست ما طور نباشه خود نگهدار باشیم، بگیم که من خودم نگه داشتم ببینم چه قسمی داره، نه، در امورات اسلامی ما حساس باشیم بله. و طرفداری کنیم. و انتقاص الباطل، و
و جایی که باطل و حرف ناحق بود من ساکت ننشینم. بله بله. و هر چقدر که تلخ باشد باشه، ولی بازم باید حقیقت را بگوییم. بله. و باطل حتی اگر به ضرر ما باشه. بله، حتی اگر تلخ باشه، حتی اگر به ضرر ما باشه، ما اونها رو باهاش مخالفت داشته باشیم. و معاونت از ضعیف، یک جای اگر ضعیفی هست ما دست کمک و یاری به سمتش داشته باشم. بله. یکی همراهیش کنم، طوری نباشه که ضعیف مظلوم واقع شود. بله، حالا به خصوص در جامعه ما در افغانستانی موضوع بسیار ما باید بله. بیشتر بگویم، تاکید کنیم، چرا که وجود دارن حال افرادی که به خاطر موضوعات پیش آمده بله. دچار بیکاری ها شدن، بله. دچار فقر شدید شدن. بسیاری از خانواده هایی هستن که در فقر شدید هستن، حتی بله. امکان داره که عدس داده باشن اولادای خدا به خاطر فقر و نداشتن به هر حال مواد خوراکی و زندگی و ایگپا. بله. در این زمان هست که ما باید این موضوع رو تاکید کنیم و بگوییم که به ضعیفان کمک کنیم، همدردی کنیم، بگیریم دست هر کدام اگر بله. در هر حدی که توانایی داریم. بله، اگه ضعیف خودش الان نه تنها علاوه بر حس یک احساس ناتوانی میکنه، علاوه بر حس نیازمندی میکنه، خودش وسعتی رو نداره که خودش بر خودش راهی باز دلسته. کنه. این که خوب است کسایی که توانمند هستن دست دقیقا. یاری به ضعیفان دراز کنند و داشته باشن. تشکر میکنیم خانم سجادی، بسیار عالی بود، ممنون میکنم. و سپاسگزار هستیم از حضور شما و از حضور گرم شما عزیزان بیننده هم یک جهان تشکر. امیدوار هستیم که همه موضوعات را بتانیم در زندگی خودمان عمل کنیم تا اینکه بتانیم به کمالات زندگی خود ما برسیم. از حضور گرم همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و آرزومند بهترین لحظات هستیم برای یک یک شما عزیزان و در اذان به وقت کابل هم که نزدیک هست ما را دعای خیرتان فراموش نکنین. خدا نگهدار همه شما عزیزان. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق.